خب سلام عرض خدمتتون، من علی الهامی هستم، در خدمتتون هستیم با برنامه ژنتیک سلبریتی ها. توی این برنامه قراره که افرادی که در واقع معروف هستن و سلبریتی هستن و علاوه ژنتیکی بررسی بکنیم. در خدمت آریان اکبری عزیز هستیم، استاد خودم. مرسی، فدات شم. چطوری علی؟ سلامت باشی، قربون شما. دست درد نکنه. ایدت خیلی ایده قشنگی بود که دست گذاشتی روی بیماری های ژنتیکی که سلبریتی ها دارن و این باعث میشه بهتر تو ذهن بمونه. یعنی بعضی وقتا ما میایم مثلا یه دفعه یه بیماری ژنتیکی رو توضیح میدیم، از ذهن افراد میپره، ولی اگه اینو ارتباطش بدیم به بازیگر معروف، به یک شخص خاص، بهتر تو ذهن میمونه. که کار قشنگی هست که در خدمتتون هستیم. ببینیم کیه امروز. مرسی. بدون فوتو وقت بریم نفر اول از سلبریتی که قراره بررسی بکنیم و باهاش بیشتر آشنا بشیم. وقتی حرف از شنا میشه، قطعاً اسم مایکل فلپس اولین اسمی که به ذهن میرسه. همون شناگر 31 ساله‌ای که با 193 سانتی‌متر قد و 83 کیلوگرم وزن جهان ورزش رو تحت شعای خودش قرار داده. شناگری که به گفته همه کارشناسا تمام استانداردهای لازم رو برای درخشش در این رشته ورزشی داره و اصلا انگار مادرزادی برای این کار زاده شده. چهار مدال طلای المپیک ریو فلپس اونو به عدد 22 مدال طلای المپیک رسونده. یعنی یه تنه میتونه بالاتر از 170 کشوری قرار بگیره که طی تمام ادوار المپیک کمتر از فلپس طلا گرفتن. وقتی دستاشو باز میکنه، فاصله نوک انگشتای دو دستش 200 سانتی متره، یعنی حتی از قدش بلندتر، و کف پاش انقدر بزرگه که نیاز به کفش سایز 50 داره. اما همین معیارا کنار تمرینات روزانه 2 تا 5 ساعته که بسیار سخت و طاقت فرساست، از اون یک ستاره میسازه که میگن فقط شاید بشه با لئونیداس دونده یونانی مقایسش کرد، که بین سالهای 152 تا 164 قبل از میلاد هیچ کس به گرد پاش هم نمیرسید. پزشکا میگن مایکل فلپس سندروم مارفان که نوعی بیماری مادرزادی و ژنتیکیست رو با خودش ردک میکشه. این بیماری که برای خیلی ها به خاطر شل بودن مفاصل و انعطاف بیش از حد برخی از اندام یه درده، واسه مایکل یه حسنه، که البته خودش در کتاب زندگیش این موضوع رو کاملا رد کرده. حالا مایکل که به گفته خواهرش از بردن سرش زیر دوش آب میترسید و به گفته مادرش تو بچه‌ش، خب همونطور که دیدین سلبریتی قراره که تو این برنامه بررسی بکنیم، مایکل فلپس هستش. به نظرتون چه بیماری میتونه داشته باشه دکتر؟ بله، خب این بیماری داره به نام سندروم مارفان. البته تست تایید قطعی ژنتیکش رو من جایی ندیدم که تست داده باشه، ولی علائم سندروم مارفان هست که به احتمال بسیار بالا ایشون مبتلا به این سندرومه. ویژگی های ظاهرش رو که برای جان میدونی، اولا که افتخار خیلی داشته، درسته؟ 34 سالش بیشتر نیستش همونطور که میدونید، و در واقع تا الان 65 تا مدال طلا داره، 28 مدال المپیک بوده، بقیه‌اش تو مسابقات دیگه بوده، 14-15 تا مدال نقره داره. تو 2008 19 سالش بوده و 8 مدال توی یه تورنمنت المپیک بوده گرفته. و تقریبا بعیده که دیگه هیچ ورزشکاری در هیچ رشته‌ای در تاریخ دنیا بتونه به نزدیکی‌های حتی ایشون برسه. هم و... نظر جمع مدال و هم لحاظ این که توی یه تورنمنت اینقدر مدال بخواد بگیره. بله، در یک المپیک جمع ارزش مدال‌های مایکل فلپس به صورت تنها برابر با ارزش مدال 40 کشور دنیا بوده روی هم دیگه. حالا یک جهش ژنتیکی تکنوکلوتیدی در یک دونه ژن که تونسته یک بیماری ژنتیکی رو ایجاد کنه، برای در واقع یک ورزشی مزیت حساب می‌شده. همونجوری که ما خیلی دوستانی که اطلاعات بیولوژی و تکاملی و ژنتیک دارن میدونن، وقتی یک جهش توی یک ژن رخ میده ممکنه ایجاد در واقع ضرر کنه برای اون فرد با اون طبیعت، ولی ممکنه توی یک طبیعت دیگه یک مزیت حساب بشه. این بار جهشی که در ژن FBM1 رخ داده در ایشون، این جهش خب یه سری مشکلات رو قطعا داره برای این فرد، منتها طبیعتش عوض نشده. در یک ورزشی که این ورزش مثل یک محیط دیگه ای میمونه، اینجا تونسته این ژن مزیت‌های خودش رو به صورت کامل نشون بده. نام ژن هست FBN1. سندروم مارفان داره مایکل فلپس. احتمال خیلی زیاد هنوز همونطور که دکتر گفتن همچنان تستی انجام نشده.
این افراد وقتی که در واقع میستن از نوک این انگشت تا این انگشت این ورنی تا اینجا بگیریم طول این از قدشون بیشتره، یعنی مایکل فلپس بودن 193 سانت قدشه، منتها از این انگشت تا اینجا 100 و حدودا 98 9. این یکی از در واقع علائمی هستش که 11 سانت داره. بلندتر از اون چیزی که باید باشه. یکی از ویژگیه که دارن افراد مارفان اینه که بالاتنهشون از پایینتنهشون به نسبت آدم عادی بزرگتره. بالاتنه آیه فلپس شبیه آدمیه که 2 متر و 7 سانت قد داره، یعنی این بالاتنه واسه آدمیه که 2 متر و 7 سانتیه و پایینتنهش واسه آدمیه که 1.83 قد داره. قد خود آیه فلپس 193، یعنی پایینتنه یه آدم 1.83 ای رو انگار چسبوندی به بالاتنه یه آدم 2 متر و 7 سانتی. این باعث شده که این قسمت بالاتنه که مثل در واقع پیشران میمونه به سمت جلو حرکت میکنه و عقب رو با خودش میکشه، پاهای کوتاه رو میکشه به سمت جلو میبره، مزیت خوبی رو داشته باشه برای شنا. بعیده که کسی بتونه اگر مشکل ژنتیکی فلپس رو نداشته باشه بتونه باش رقابت کنه. دستاشون خیلی بلند هستش، کف دستشون معمولا از در واقع همونطور که دکتر گفتن از افرادی که همچین قد و وزن دارن خیلی بزرگتر هستش. کف پاشون معمولا صافه و کف پاشون هم مال مایکل فلپس می کنم 11 نمره بعد بیشتر باشه، 10 نمره بعد 11 نمره بزرگتر از حالتی است که یه کسی با قد 1.93 داره، یعنی شماره پاش 56 یه در واقع پای خیلی بزرگی و اصلا پارو میشه دیگه. آره. پارو میشه. اصلا به اصطلاح میگن مثل فین شنا میمونه، کفشای شنا هستش که در واقع پلاستیکیه مثل اون میمونه و خیلی از سندروم مارفانیا در واقع بیماری قلبی دارن. مایکل فلپس هم بیماری داره، ببین افتادگی میترال توشون شایع ولی خیلی چیز نگران کننده نیست و اینکه وریبل اکسپرسیویتی داره مارفان. سندروم مارفان یک بیماری است با وریبل اکسپرسیویتی، یعنی تنوع پذیری داره، تظاهر پذیری متغیر داره تو افراد، یعنی از درجه خفیف شروع میشه تا میره حالا یه مقدار شدید میشه. که شانس آیه فلپس این هستش که از نوع خفیفه احتمال بیماری قلبی رو داره. یه موضوع دیگه این هست که ششش هم اندازه بزرگتری داره، ریه هاش هم بزرگتره و اینکه 50% یک آدم عادی اسید لاکتیک ترشح میکنه، یعنی در واقع شناگرای دیگه وقتی که خیلی دیگه فعالیت میکنن و شروع به ترشح اسید لاکتیک میشه تو بدن اینها، برای یه فلپس نصف اون است، برای من درد خسته کمتر میشه، خیلی کمتر خسته میشه. خسته میشه. حالا بیا با همش عجوبه ای بخوای در واقع رقابت کنه با تمرین یکم منطقی نیست. توارث بیماری اتوزوم غالبه، اتوزوم غالبه، ژنش و کروموزوم شماره 15 است. در واقع اگه پدر یا مادر این بیماری رو داشته باشه به احتمال 1/2 فرزندشون هم این بیماری میتونه بگیره. بله. و در واقع نفوذ پذیری هم توی این بیماری هستش، پنترانسش کامله، جزو بیماری هایی که کامپلت پنترانس دارن، یعنی نفوذ پذیری 100% دارن. ما توی یکی از برنامه های وستروژن که برنامه آموزشیش هست پنترانس رو اونجا توضیح میدیم، دوستان پیگیری باشن میگیم که اصلا واژه پنترانس در ژنتیک به چه معنی هست. این جزء کامپلیت پنترانس هست، از اونجایی که روی فیتنس هم تاثیر زیاد شدیدی نداره، یعنی خیلی این افراد محدودیت طولی مثلی ندارن، 75% هریتیبله و از طریق وراثت میرسه، 25% نیو میوتیشنه، برخلاف بیماری آکندروپلاژیا که تو یکی از همین برنامه ها اونجا گفتیم خدمتتون که عمدتاً در اثر موتاسیون جدید هست، بیش از شاید 80-90%. این بیماری 50% در اثر موتاسیون چی ببخشید 25% در اثر موتاسیون جدیده. دعوت میکنم از دکتر آریان اکبری عزیز که علت بیماری رو از طریق از در واقع از بیس مولکولی بخوان توضیح بدن تا بیشتر با این بیماری آشنا بشیم. تخته من استفاده کنم؟ تخته مو بله. اوکی. در خدمتتون هستم. مرسی. خب من با اجازتون یه توضیحاتی رو در رابطه با این بیماری خدمتون بدم. علی جان عرضم به خدمتون که نام بیماری که عرض کردم خدمتون سندروم مارفانه، اسم در واقع ژنش میشه فیبریلین و حالا FBN1 اختصاصا تو این نوع سندروم مارفان تایپ 1، اما یه خوب مدل تایپ 2 هم داره که به خاطر جهش توی فیبریلین نوع 2 در واقع رخ میده. این پروتئین یکی از پروتئین های مهم در واقع کانکتیو تیشوه
یا بافت پیوندی، یکی از پروتئین‌های مهم کانکتیو تیشو یا بافت پیوندی، مثل پروتئین مثل کلاژن و اینا. جهش توی اینها باعث میشه بافت پیوندی سست بشه و باعث میشه که انعطاف هم خیلی بالا بره. مثلا یک مدل از بیماری هایی که مثل استئوجنسیس ایمپرفکتا که استخون ها خیلی سست و شکننده هستن به خاطر پروتئین های در واقع از این جنس و از این دست، پروتئین هستن که به صورت پلیمر هستن. واسه همینه که افراد سندروم مارفان، بذارم توضیح کلیتر جه خدمتون بدم، مثلا اگه یه سلول باشه، سلول بافت پیوندی باشه، این هستش باشه، اینجا گیرنده هایی وجود داره به نام گیرنده های تی جی اف بتا که از طریق چند تا پروتئین واسط اینجا متصل میشن به این فیبرلین. مثلا فیبرین هم شما فرض کنید اینجوریه، پروتئین هایی که این شکلی پلیمرن و به همدیگه اینجوری وصلن، این هم فضای ECM اکسترا سلولر ماتریکس که وصل میشه به بقیه سلول ها، این فضای بین دوتا سلوله. وجود اینها به استحکام بافت پیوندی هم کمک میکنه. واسه اینه که این افراد سندروم مارفانی ها خیلی بدنشون انعطاف داره. یکی از چیزایی که کمک میکنه به مایکل فلپس تا بتونه خوب شنا کنه اینه که زاویه مفاصلش بین 15 تا 30 درجه بیشتر از یه آدم عادی میچرخه. انعطافش بیشتره. بله، انعطاف گردش مفاصل بیشتره، حتی انعطاف دستاش هم بیشتره. یعنی شما اینا راحت، شاید مثلا ما نتونیم این دستمون رو اینجوری بچسبونیم به اینجا، ولی این راحت این کارو انجام بده. البته خیلی از آدمایی که این مشکل هم ندارن میتونن این کارو بکنن. حالا مثلا خیلی کسی که این برنامه رو میبینن میرن امتحان میکنن میبینن میتونن، فهم میکنن سندروم مارفان دارن، ولی نه. مثلا میخوام بگم یکی از در واقع اتفاقاتش اینه. یا بیماری داریم به نام اهلز دنلوس، تو اونا که دیگه انعطاف خیلی زیاده، یعنی تا حدیه که مثلا اینا میتونن این لپشون و این لبشون رو مثلا زیریه رو بگیرن بکشن رو سرشون باد کنک، انقدر که زیاده. حالا اینا تو سیرکا و اینا ازشون استفاده میشه، مردم فکر میکنن با تمرین این تونسته این حرکت رو انجام بده، یا یه دفعه مثلا سرش رو از این وسط پاش در میاره، مثلا سرش این پشت مثل رولت مثلا چرخیده، که خب در اثر تمرین انعطاف بدن بالا میره، ولی دیگه نه تا این حد. خیلی از این افراد به خاطر مشکلیه که راجع به پروتئین های بافت پیوندیشون دارن. خب این سندروم مارفان جایشنش روی کروموزوم 15، یعنی اگه من اینجا کروموزوم بکشم، فرض کنید که این کروموزوم شماره 15 باشه، ژن FBN1، حالا با بازوش کاری ندارم، ما پی و کیوش اینجا قرار گرفته، این یک دی ان ای هست، یک موتاسیون نقطه‌ای در این ناحیه باعث میشه حالا از روی این یک آر ان ای تولید میشه، آر ان ای میره برای ترجمه یا ترنسلیشن که اونجا این در واقع آر ان ای بعد از اینکه حالا البته اسپلایسینگ و اینو روش صورت گرفت، اسپلایسینگ و بقیه موارد صورت گرفت روش، این آر ان ای میره توی سایتوپلازم، ریبوزوم میشینه اینجا و شروع میکنه به چسبوندن آمینو اسیدها به هم دیگه، که وقتی میرسه به این خطا، به این اشتباه، یک آمینو اسید اشتباه میزنه، یعنی ریبوزوم وقتی میرسه اینجا رو رد میکنه، یک آمینو اسیدی رو میزنه که خطاست. یعنی اینجا من قرمزش میکنم، مثلا فرض کنید این آمینو اسیدی که اینجا قرار گرفته اشتباهه، همین باعث در واقع عدم استحکام و مشکلی میشه که توی این افراد وجود داره. خب الگوی توارثش اتوزومی غالبه، پدر، مادر و فرزند. اگر پدری به این وضعیت مبتلا باشه، به احتمال یک دوم فرزندش هم این بیماری رو خواهد داشت. 75% مواقع یک همچین حالتیه. در 25% مواقع پدر و مادر سالمن و فرزندی مشکل رو در واقع داریم. پدر و مادر رو میتونیم بگیم اینجوری آی کوچیکن، این آی بزرگ، آی کوچیکه. چرا آی بزرگ گذاشتم؟ برای به خاطر اینکه بیماری غالبه. 25% افراد به این شکلن که به این حالت میگن چی؟ میگن نیو میوتیشن، موتاسیون جدید. صفر میدن اگه فردی بیماری داشته باشه؟ سوال خوب پرسید علی جان. اجازه سخت نداره این بیماری، جزو اون دسته بیماری که بشه سختش کرد نیست. بگه چرا سختش کنه؟ قهرمان جهان شده بچه. قابل پیشگیری هستش؟ قابل پیشگیری هستی؟ قبل از تولد متوجه بشیم. حالا اگه دوستانی که دوست نداشتن که در واقع همچین بچه داشته باشن، دوست نداشتن قهرمان داشته باشن. آه، یعنی اگه کسی که ریسک این مسئله رو داره، ببین برای آدم عادی نه، برای این که همچین تست منطقی نیست. شما دوتا آدم
عادی که بخوان ازدواج کنن از ترس اینکه بچه‌شون دچار این مشکل شه برن این تست رو بدن منطقی نیست، چون اگه باشه این تست رو بدن باید برن 20,000 تا مریض دیگه هم تست بدن. برای کسی که های ریسکه که بچه‌ش این اتفاق بیفته این وضعیته، که یعنی پدر یا مادری با این مشکل وجود داره و به احتمال 1/2 یعنی 50% احتمال داره بچه‌شون اینطوری بشه. این افراد میتونن از PGD استفاده کنن. PGD در یکی از برنامه‌های وستروژن من راجع به PGD به صورت کامل براتون توضیح میدم، ولی الان در حد چند تا کلمه بخوام بگم: پری ایمپلانتیشن، جنتیک دیاگنوزیس، تشخیص جنتیکی قبل از لانه‌گزینی، یعنی افراد به صورت لقاح مصنوعی یا IVF باید فرزند سالم به دنیا بیارن که به طور قطعی این اتفاق میفته. مرسی. خب اگه توضیحات دیگه ایم لازمه که من در خدمتون هستم. تشکر کنم ازتون تشریف بردین این بر. مخلصم. مرسی ماجیکارم آوردیم. مرسی. عادت داریم دیگه ما. صبح تا شب سر کلاسیم. خیلی عالی، خیلی عالی. مرسی که مولکولی این بیماری هم گفتین. امیدوارم که بینندگان عزیزم لذت برده باشن. در واقع این برنامه ژنتیک سلبریتی تو پیج خود من که آیدیشو می‌بینید و پیج آریان اکبری عزیز پخش میشه، همچنین توی آپارات و یوتیوب هم در واقع قرار میگیره با آدرس کانالی که دارین میبینین. امیدوارم که از برنامه لذت برده باشین. با یه برنامه دیگه از ژنتیک سلبریتی‌ها خدا نگهدار.